سلام دوستان، حکمت الله رمزی هستم. فاندای جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال انگلیس را از آن خود کرد. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. بعد از سالها یک مدافع توانست عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر را از آن خود کند. هرچند استرلینگ، اگویرو، سیلوا، مانه و هازارد نیز هر یک فصل خوب را پشت سر گذاشتند و در تیمهایشان خوش درخشیدند، ولی عملکرد فاندایک آنقدر خارق‌العاده بود که با وجود بازی در نقش یک مدافع بتواند این عنوان را تصاحب کند. هرچند هنوز تکلیف قهرمان لیگ برتر هم مشخص نشده است و شاید لیورپول جام قهرمانی را از دست دهد، ولی بدون شک فاندایک فصل خارق‌العاده را پشت سر گذاشت. همین حالا هم لیورپول بیشترین امتیازش را در لیگ برتر به دست آورده و صرف نظر از عنوان قهرمان، این فصل نایب قهرمانی با بیشترین امتیاز را در تاریخ لیگ برتر خواهد داشت. قدرت لیورپول در فاز هجومی چیز جدید نبوده و نیست، اما تیم کلوب به کمک فاندایک پیشرفت قابل توجهی در بخش دفاعی داشته است. آنها در این فصل در 36 بازی فقط 20 گل خوردن و 20 کلینشیت هم داشتند. ثبات بازی فاندایک خیره کننده بوده است. او در تمام بازی های این فصل لیورپول از ابتدا با میدان رفته است. بهترین آمار برای مشخص کردن عملکرد خیره کننده در همین خلاصه می شود که طی 3205 دقیقه حضور در زمین مسابقه یک بار هم دریبل نخورده است. فاندایک به عنوان رهبر خط دفاعی لیورپول نه تنها به قوای دفاعی لیورپول استحکام بخشیده است، بلکه الهام بخش برای دیگر بازیکنان تیم بوده است. ماتیب، لورین و رابرتسون همگی در این فصل نسبت به فصل قبل عملکرد بهتر داشتند و در خط دفاعی لیورپول کارایی بالاتر داشتند. اگر نگاهی به آمار درون تیم لیورپول داشته باشیم، فاندایک در 7 بخش بهترین بازیکن تیمش در لیگ برتر بوده است. این مدافع هلندی با 193 دفعه توپ ابدا بلاک، 40 بار قطع ارتباط بازی حریف، 228 بار موفقیت در دوئل‌های فردی، 170 بار موفقیت در دوئل‌های هوایی، 108 بار دفعه توپ با سر و در نهایت با ارسال 2548 پاس نفر نخست تیمش بوده است. شاید اگر عملکرد عالی فاندایک در این فصل نبود، همین حالا قهرمان لیگ برتر هم مشخص شده بود و بازی‌های هفته آخر لیورپول جنبه تشریفاتی می‌داشت. اما باید دانست که در این فصل یاران لیورپول 8 مسابقه را با حداقل اختلاف گل پیروز شدند و در اینجاست که نقش یک خط دفاعی موفق پررنگ جلوه می‌کند. فاندایک بازیکن بوده که تفاوت را در 1-3 عقب زمین رقم می‌زند. با این وجود او در قوای هجومی نیز بازیکن موثر بوده است. فاندایک در این فصل در کل مسابقات 7 گل زده است و 4 پاس گل ارسال کرده است که برای یک مدافع میانی فوق‌العاده است. کافی است با قدرت و مهارت سرزنی او در بخش هجومی بنگرید. یا توانایی پاس‌های بلندش همچو دیدار با بایر مونیخ در لیگ قهرمانان که موجب شد مانع گلزنی کند. جیمی کرگر، مدافع سابق لیورپول که تجربه سال‌ها بازی در نقش فاندایک را در لیورپول داشته است، در مورد او چنین نظر دارد. او همچون مرد است که در حال بازی در بین بچه‌ها است. او در مقابل بهترین بازیکنان و بهترین تیم‌های لیگ برتری قرار گرفته، ولی همه چیز برایش خیلی ساده و آسان بوده است. لیورپول چی بتواند به قهرمانی برسد و چی فصل را بدون قهرمانی به پایان برساند، جای هیچ شک نیست که فاندایک نقش پررنگ در رسیدن لیورپول به این مرحله از لیگ قهرمانان و این جایگاه و این رقابت در لیگ برتر داشته است. و از این منظر او برنده شایسته برای عنوان بهترین بازیکن فصل فوتبال انگلیس بوده است. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.